با سلام خدمت دانش آموزای عزیز، خسته نباشید. بچه ها امروز میخوایم تمرینات درس یک از فصل یک هندسه 3 رو با هم حل بکنیم. ماتریس ها و اعمال ماتریسی رو با هم دیدیم تو جلسات گذشته. امروز میخوایم ببینیم اون مطالبی که گفتیم به چه صورت در تمرین ها میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خب بریم تر وقت تمرین اول. اگر A1 ماتریس 3/4 باشد، خب بچه این 3/4 یعنی چی؟ یعنی این که من به تعداد 3 تا سطر دارم و به تعداد 4 تا همچی بچه ها ستون دارم. پس حواسم باید باشه که A بین 1 تا 3 و J بین 1 تا 4 میتونه حرکت بکنه. خب حالا بچه ها برای درایه ها شرط گذاشته. یعنی چی؟ میگه هر جایی که آی مساوی جی بود شما به جای اون درایه عدد 7 رو بذار. هر جایی که آی بزرگتر از جی بود شما بیا درایه های آی و جیش رو با هم جمع کن. و هر جایی که آی کوچکتر از جی بود شما بیا توان دوم درایه رو اونجا قرار بده. خب بچه بیاین ببینید برای اینکه این کارو بکنید. ابتدا خب شاید شما تا به حال با این قضیه کار نکنید، برای اینکه بهتر بتونید این قضیه رو هندلش بکنید این هستش که شما بیاید اول یه ماتریس مثل آ بکشید و توی این ماتریس مثل آ بیاید جای درایه ها رو معلوم کنید. مثلا بنویسید A11 A12 A13 A14 بعد A21 A22 A23 و A24 بعد A31 A32 A33 و A34 خب این بچه هم یک و دو و سه و چهار کن پایین نوشی، همونطور که قبلا گفتیم ماتریس عمومیه، یه عمومی یه ماتریسه. خب میگه هر جایی که، حالا ببینید سرعت پر کردن این، میگه هر جایی که آی با جی برابر شما عدد 7 رو بذار. خب بچه ها نکنید اینجا A11 A12 A22 و A33 اینا جایی هستن که آی و جیشون با هم چی هم برابر هم میبینید، پس اینا میشن درایه‌شون 7. بعد میگه چی بچه ها؟ میگه جاهایی که آی بزرگتر از جی هستند. خب این کجا بچه ها آی بزرگتر از جی؟ این پایین، دقت میکنید این پایین جاییه که آی ها همه بزرگتر از جی هستند. میگه اینجا که رسیدی آی و جی ها رو با هم جمعشون کن. خب یعنی چی؟ خب 2 به علاوه 1 میشه 3، 3 به علاوه 1 میشه 4 و 3 به علاوه 2 میشه 5. پس بچه ها درایه های این قسمت هم تکلیفش معلوم شد. حالا بعد میگه جاهایی که آی کوچکتر از جی هست توان دوم آی رو قرار بده. خب ببین بچه ها کجا آی کوچکتر از جی هست؟ ببینید این جاها، ببینید A12 A13 A14 آی از جی کوچکتره. میگه توان دوم آی رو قرار بده. پس بچه ها این میشه 1، این میشه 1، این هم میشه 1. اینجا بچه ها A23 A24 اینجا میشه چند بچه ها؟ آی به توان دو، آی چند؟ 2. پس میشه 2 به توان 2 4، 2 به توان 2 هم چی باز بچه ها؟ 4، چون آیشون 2 دیگه. اینجا هم بچه ها 3/4 داریم که باز چی هستش؟ میشه 3 به توان 2 9، چون جایی که گفته آی از یک کوچیکتره آی رو به توان 2 برسون. آی یعنی همون شمارنده چی؟ سطرها، که میشه سطر اول، سطر دوم و سطر سوم. بعد بچه ها حالا این میشه ماتریس مورد نظرتون. ببینید اینجا 1 به توان 2، 2 به توان 2 اینا نوشته شده، جای جای با هم جمع شده و در نهایت ماتریس خروجی تو میشه چند؟ 7 1 1. میبینید 7 1 1، 3 7 4 4، 3 7 4 4، 4 5 7 9، 4 5 7 9. پس بچه ها اول برای اینکه شما کاملا یاد بگیرید و بفهمید چطور باید این کار رو انجام بدیم بهتره که این ماتریس عمومی شو بنویسید، بعد اون آی و جی رو با توجه به شرایطی که دارن داخلش چیکار کنید بچینید. این سوال اول. خب بذارید من اینو پاکش بکنم نوشته هام رو که سوال دوم بیاد. اوکی، بگه اگر آ باشه ماتریس 2x منهای y 5 z و 1 و بی باشه 3 2x به علاوه y منفی 2 و 1. اگر آ به بچه با هم مساوی باشند میگه حاصل x به علاوه y به علاوه z رو حساب کن. خب بچه ها گفتیم چه زمانی ماتریس ها با هم مساوی هستند؟ زمانی که درایه های نظیر به نظیرشون با هم چه باشن؟ برابر باشن. 1 1 با 1 1، مثلا درایه 1 2 با 1 2، درایه 2 1 با 2 1، درایه 2 2 با 2 2. پس یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها باید این
با این برابر باشه، درسته؟ بعد این با این برابر باشه، دیگه این باید با این برابر باشه، و اون یک هم فیلمی بچه با هم برابر هست. حالا چه اگه این کار انجام بدیم چه اتفاقی میافته؟ میگیم 2x منهای y باید مساوی 3، 2x به علاوه y باید مساوی با 5 و z مساوی منفی 2 باشه. پس بچه از اینجا پایین z الان به دست اومده، مقدار z محاسبه شده چند؟ منفی 2. خب بچه بالا هم که دستگاه داریم دیگه، اگه دستگاهش رو حل کنیم چه اتفاقی میفته؟ ما برای حل دستگاه میایم y رو حذف میکنیم، میشه 4x مساوی 8، اینجا میشه 4x مساوی 8. پس اینجا نتیجه میگیریم x مساوی 2 میشه، x رو بذاریم 2 میشه 2 تا 4 تا منهای y مساوی با 3 که y هم 1 میشه، پس x میشه 2 بچه ها y میشه 1 و z میشه چند؟ منفی 2. حالا اینا رو با هم جمع بکنیم حاصل میشه چند بچه ها؟ مقدارش 1. پس اینم از این سوال. خب سوال بعدی میگه دو تا ماتریس 3 در 3 مثل A و B مثال بزنید که A مخالف 0 باشه، B هم مخالف 0 باشه، اما ضربشون بشه 0. خب بچه‌ها A رو مثلا بگیریم ماتریس همه درایه‌هاش 1 باشه، خب مخالف 0. B رو هم بگیریم بچه‌ها ماتریسی که دو تا از سطرهاش 1 و یکیشون منفی 2 هستش همشون. اگه جفتشون با هم چی هم بچه هم مخالف صفر هستن، اگه اینطور رو با هم دیگه ضرب بکنیم حاصلشون صفر میشه، در صورتی که آ و ب هیچ کدومشون صفر ماتریس صفر نیستند. خب سوال بعد میگه که با یک مثال نقض نشان دهید که قانون حذف در ضرب ماتریس ها برقرار نیست. به عبارت دیگر اگر داشته باشیم بچه ها اینو خوب دقت کنید، نکته مهمیه، تو تست ها هم استفاده میشه ازش. میگیم بچه ها اگر آب مساوی آسه باشه، مثلا یکی ما تو اعداد میگفتیم اگه مثلا 2x مساوی با 2y، وقت میامدیم نتیجه میگرفتیم که x مساوی y، میتونستیم دوها رو تو اعداد چیکار کنیم و از طرفین معادله حذف کنیم. اما بچه ها ما همچین قاعده رو برای ماتریس ها نداریم، حواستون باشه، ما همچین قاعده‌ای برای ماتریس ها نداریم. میگه ثابت کن که نمیتونیم این به این کار رو برای ماتریس ها انجام بدیم. این کار چیه؟ غلطه. این کار چیه؟ غلطه که بعد خواهیم خروجی اینو بگیرم. پس ما قاعده حذف ماتریسی رو نداریم. خب مثالش رو ببینیم بچه ها، چون گفتم مثال نقض بگید. آ رو میگیریم همون 1 1 1 1، بی رو میگیریم منفی 1 منفی 1 1 1، سی هم میگیریم چی؟ 1 1 منفی 1 منفی 1. نگاه بچه‌ها در اصل نگاه کنید، اگه ماتریس آ رو همه رو 1 در نظر بگیریم، ماتریس بی سطر اولش قرینه میشه، ماتریس سی سطر دومش قرینه میشه. خب اگه اینطور بچه‌ها با هم دیگه ضرب بکنیم هر دو تاشون حاصلشون میشه چی؟ صفر، درسته؟ یعنی آی ضرب در بی میشه صفر، آی ضرب در سی هم میشه صفر، با هم دیگه برابرن. پس الان آی ضرب در بی با آی ضرب در سی برابره، اما بچه ها بی و سی با هم برابر نیستند، درست شد؟ اما بی و سی با هم برابر نیستند این دوتا. پس در نتیجه قانون حذف برقرار نیست. خب سوال بعد میگه اگر آ ماتریس مربعی باشد و توانهای آ را به صورت این تعریف کنیم. خب بچه ها اینو ما توی درس در خلال درس نداشتیم، من همینجای توضیح بهتون بدم. اگر بچه ها ماتریس های آ مربعی باشد، شما میتونید توانهای ماتریس رو تعریف کنید. یعنی چی بچه ها؟ یعنی مثلا وقتی میگیم آ دو، یعنی ماتریس آ رو دو بار در خودش چیکار کنیم بچه ها؟ ضرب بکنیم. وقتی میگیم آ سه، انگار که ماتریس آ رو سه بار در خودش ضرب کردیم، یا میتونیم بگیم آ رو در آ دو ضرب کردیم. و تا الاخر اگه بخوایم بگیم ماتریس آن، میتونیم بگیم ماتریس آ رو در ماتریس آن منهای یکم، که این منهای یکم یعنی ان منهای یک بار ماتریس آ تو خودش ضرب شده، رو اینگار با هم چیکار کردیم؟ ضرب کردیم. فقط بچه ها دقت داشته باشید که حتما ماتریس ها باید مربعی باشن تا توان قابل تعریف باشه، این یادتون باشه. خب پس اینجوری تعریف میشن. حالا ببینید من پاک بکنم، پس فقط اون نکته رو یه بار من حواستون باشه، ماتریس های مربعی براشون توان ها قابل تعریفه. حالا میگه اگر آ ماتریس 1 0 0 منفی 1 باشه، حاصل ماتریس آ 2
آسه و آهف رو حساب کنیم. خب بچه ها آدو یعنی چنی آی زب در آی، یعنی دو بار ماتریس رو تو خودش ضرب بکنید. خب منفی یک صفر صفر منفی یک یک، یک صفر صفر منفی یک، یک صفر صفر منفی یک رو تو هم ضرب بکنید. بچه ها سطر اول تو ستون اول میشه یک در یک، یک صفر در صفر صفر میشه یک. سطر اول تو ستون دوم میشه یک در صفر صفر، صفر در منفی یک صفر. سطر اول ستون سطر دوم ستون اول میشه صفر در یک صفر، منفی یک در صفر هم صفر هست میشه صفر حاصل. و سطر دوم ستون دوم که میشه صفر در صفر صفر، منفی یک در منفی یک میشه یک. بچه این هم ماتریس چی هست؟ این هم ماتریس آی یا ماتریس همانی هستش، یه بهش میگیم آی دو معمولا دیگه، چون دو در دو هستش. خب حالا میاد میگه آی سه رو به دست بیار. بچه ها یادتونه ما گفتیم اگر اگه ماتریس همانی در هر چیزی ضرب بشه همون ماتریس میاد بیرون. پس قاعدتا بچه وقتی آی دو الان اینجا آی شده پس آی ضرب در آی دو دقیقا میشه چی؟ میشه خود ماتریس چی؟ آ. چون ما قبلا گفته بودیم که الان چی؟ که آ ضرب در آی با آی ضرب در آ برابر خود ماتریس چی هست؟ آ هست. پس آسه که هست آی ضرب در آی، آیه بچه ها چی؟ آدو چی بوده؟ همون آی بوده، درسته؟ پس قطعا خروجیش همون ماتریس آ میشه که اینجا هست و آ هم که مقدارش یک صفر صفر منفی یکه. خب آ هفت میشه چی بچه ها؟ ما هفت مثل این که من بیام به صورت آسه آسه و آ بنویسم که پایه ها برابر توانهاشون با هم جمع میشن. این قاعده تو توانهای ماتریس ها برقراره، همون توان اعداد. پس میگیم چون آسه آسه و آ میشه ماتریس آسه رو حساب کردیم میشه خود آ، بازم اینو حساب کردیم میشه خود آ. و اگه نگاه کنیم بچه مثل این میمونه که الان اینجا انگار آ رو ده، چون این خود آ بوده دیگه، آسه دقیقا شده خود آ. میبینید بچه ها آسه دقیقا شده خود آ. پس اینگاه که من به جای آسه بچه بیام چیکار کنم؟ آ رو بنویسم. خب و اگه نگاه بکنید این دوتا بچه دوباره آی رو به من میدن، چون آدو میشه دیگه، چون میشه آی زب در آ میشه چی حاصلش؟ حاصلش میشه آدو. آدو هم که شده بوده چند بچه آی، پس آسه هم که باز خودش آ هست، پس میشه آی زب در آدو یا همون آی زب در آی که میشه خود چی؟ آ، درسته؟ خب یه نکته میتونیم بگیم بچه اینجا. بگیم همواره داریم اگر آ یه ماتریسی باشه به شکل قطری، خب اگر آ یک ماتریس باشه به شکل قطری که خاطرتون باشه قطری چی بود؟ فقط دایره قطر اصلی عدد داشت. اون آ رو به هر توانی برسونیم، توانها مستقیما رو خود درایه ها میشینن. پس چی شد بچه ها؟ توانهای اگر ماتریسی یک ماتریس قطری باشد، ماتریس به هر توانی برسه، اون توان مستقیما رو درایه های چی؟ قطر میشینه. درست شد؟ پس این حواستون باشه. خب این نکته خیلی مهمی، خیلی کمک میکنه تو تست به ها بهتون. خب بریم بچه ها سر وقت سوال 6. سوال 6 میگه اگر آ یک ماتریسی باشه با درایه های 4 A کوچیک B کوچیک منفی 1 و B هم یه ماتریس باشه با درایه های 1 منفی 2 3 و 2، میگه مقادیر آبه رو طور بیابید که حاصل ضرب آزب در یک ماتریس قطری بشه. بچه ماتریس قطری بشه یعنی چی؟ یعنی فقط درایه های قطر اصلی عدد باشن، ما بقیه درایه ها چی باشن؟ صفر باشن. خب بریم اول آی ضرب در بی رو تشکیلش بدیم. خب آی ضرب در بی بچه ها میشه چی؟ میشه سطر اول تو ستون اول میشه 4 به علاوه 3 آ، سطر اول تو ستون دوم میشه منفی 8 به علاوه 2 آ. بعد میگیم سطر دوم تو ستون اول میشه بی منهای 3 و سطر دوم تو ستون دوم میشه منفی 2 بی منهای 2. خب بچه وقتی میگه ماتریس قطری باشه یعنی چی؟ یعنی اینجا صفر بشه، اینجا هم صفر بشه، فقط درایه قطر اصلی اجازه دارن عدد باشن. خب اینجا هم کاملا تابلو دیگه، پس منفی 8 به علاوه 2 آگه بشه صفر، آ مقدارش میشه 4 و سه منهای بی بشه صفر به مقدارش میشه 3. و بعد اگر اعداد رو جایگذاری کنیم بچه‌ها داخلی میشه 3 4 تا 12 به علاوه 4 16 و اگه اینجا بی رو جایگذاری کنیم میشه منفی 2 3 تا 6 منفی منهای 2 میشه چند؟ منهای 8. پس اینجا شد ماتریس قطری. سوال 7 میگه اگر آ یک ماتریس 3 در 2 ببین از اینجا دارم میخونم و بی ماتریس 2 در 3 باشه به صورت زیر معرفی شده باشد. اگر آ و بی را با
درایه های آشان نوشته و سپس آی زب در بی رو به دست بیارید. خب چه جوری بچه مشخص شده مثل این؟ همون کاری که اونجا تو مثال قبلیه کردین، گفتم بنویسید درایه هاشو و بی هم به علت به این ترتیب تعریف شده، آ رو با این دستور و بی رو هم با این دستور. پس گفتیم اول چیکار کنیم بچه‌ها؟ بیان یه ماتریس 3x2 که 3 تا سطح داره و 2 تا ستون به صورت ریزی مرتب بکنیم، بعد این قوانین رو توشون پیاده سازی بکنیم. حالا من اینجا خیلی ریز بنویسم، ببین مثلا میگم بچه‌ها میشه ماتریس چی؟ میشه A11 چند تا سطح داره بچه‌ها؟ 3 تا سطح. چند تا ستون داره؟ 2 تا ستون. پس میشه A11 A12 بعد A21 A22 و A31 A32. خب این میشه ماتریس پایه من. خب حالا بیایم اینجا بنویسیم چه چیزایی رو جایگذاری کنیم. میگه جاهایی که آی با جی برابره، آی رو به توان دو برسون منهای یک کن. خب بچه‌ها اینجا برابر هست و اینجا. خب آی به توان دو میشه یک به توان دو، یک منهای یک میشه صفر، اینجا میشه صفر. اینجا دو به توان دو چهار، منهای یک حاصل میشه چند؟ سه. پس اینجا میشه سه. بعد گفته جاهایی که آی بزرگتر از جی، بچه‌ها همیشه آی بزرگتر از جی زیر قطر اصلی میشه، زیر اون قطر میشه. ببین با یه رنگ دیگه مشخص بکنیم. خب میگه جاهایی که آی بزرگتر از جی باشه، آی رو از جی کم کن. خب دو منهای یک میشه چند؟ میشه یک. سه منهای یک حاصل میشه دو، سه منهای دو حاصل میشه یک. خب اینم از این قسمت. حالا میگه جاهایی که آی کوچکتر از جی که میشه درایه فقط A12، میگه جی رو از آی کم کن. خب اینم با رنگ بنفش مشخص بکنم، اینم مقدارش میشه چند؟ یک. پس بچه‌ها ماتریس آ شد 0 1 1 3 2 1. به همین ترتیب بچه‌ها برای بی عمل میکنیم. خب 0 1 1 3 2 1. به همین ترتیب بچه‌ها برای بی عمل میکنیم که میشه یه ماتریس 2x3 هستش که میشه 2 به توان 2 رو طبق قواعد خودش که اونجا گفته مینویسیم و ماتریس خروجی میشه چند؟ 2 1 0 و 3 5 1. حالا میخوایم چیکار کنیم بچه ها؟ آی ضرب در بی رو حساب بکنیم. آی ضرب در بی میگه آقا این یه ماتریس چند 3x2 هست، یه ماتریس چند 2x3 هست و از اونجایی که درایه های ستون دوم ستون اولی با سطر دومی برابر هست، یه ماتریس 3x3 خروجی بهمون خواهد داد که این ماتریس 3x3 رو اینجا میتونیم با ضرب درایه های سطر اول تو ستون، سطر اول تو ستون اول، سطر اول تو ستون دوم، سطر اول تو ستون سوم، درایه های سطر اول ساخته میشن تو ماتریس خروجی و درایه های سطر دوم تو ستون 1 2 3 ستون دو سطر دوم ساخته میشه، سطر سوم تو ستون 1 2 3 ضرب بکنید درایه های سطر سوم ساخته میشه که ضرب ماتریس هم یه بلد هستید. بی ضرب در آ میشه چی بچه‌ها؟ بی ضرب در آ میشه ماتریس 2x3 که اینجا یعنی در اصل این میشه اولی میشه دومی، ستون های این با ستون با سطر این برابره، خروجی ماتریس 2x2 هست. حالا این بار چیکار میکنیم؟ میگیم این ماتریس این 2 1 0 رو در 0 1 2 ضرب میکنیم و 2 1 0 سطر اول رو تو ستون دوم ضرب میکنیم، بعد که تمام میشه میایم سطر دوم رو تو ستون اول، سطر دوم رو تو ستون دوم. انقدر این کار انجام میشه تا ستون ها تمام بشه و خروجی میشه چی؟ 1 5 7 19. خب تمرین 8 میگه چی بچه‌ها؟ میگه اگر آ یک ماتریس اسکالر باشه، یادتون هست بچه‌ها گفتیم ماتریسی که درایه های قطر اصلیش فقط عددن و مابقی چی هستن؟ صفر هستن، که حالا ماتریس قطری هم در اصل داریم بهشون میگیم دیگه، ماتریس های قطری هستن. بخش ماتریس قطری هستش اینجا، اسکالر میشه همه اعدادشون یکسان باشن، ماتریس قطری هستش اینجا، یه ماتریس قطری است. بعد بی هم یه ماتریس چی باشه؟ 3x3 باشه که در این صورت آی ضرب در بی را تشکیل دهید. چه نتیجه میگیریم؟ خب بچه ها نگاه کنید، میگیم اینو داریم آی ضرب در بی را هم یه ماتریس دلخواه A B C D E F G H K مثلا نامگذاری میکنیم. میگیم بچه ها این ماتریس رو یعنی A رو که ماتریس قطری هست رو ضرب میکنیم توی چی؟ توی این قسمت. خب میگیم سطر اول تو ستون اول ضرب میشه، سطر اول تو ستون دوم، سطر اول تو ستون سوم، بعد دوباره شی سطر دوم تو ستون اول، سطر دوم تو ستون دوم، سطر دوم تو ستون سوم.
بعد سطر سوم تو ستون اول، سطر سوم تو ستون دوم، سطر سوم تو ستون سوم. بچه‌ها نگاه کنید اگه این کارو انجام بدین خیلی اتفاق جالبی میافته. میبینید که دقیقاً سطر اول توی درایه‌های آر 1 ضرب میشن، سطر دوم تو درایه‌های یعنی تو این درایه آر 2 ضرب میشه و سطر سوم توی درایه چی؟ اون آر 3 اون قسمت سومی ضرب میشه. خب پس نگاه کنید بچه‌ها دقیقاً اتفاقی که میفته چی هست؟ این هستش که سطر اول تو آر 1 ضرب میشه، سطر دوم تو آر 2 ضرب میشه و سطر سوم هم توی آر 3 ضرب میشه. و این نکته هستش که میتونه خیلی کمک خوبی باشه توی تستی ها. میگیم نتیجه این که اگر بخوایم ماتریس قطری رو در ماتریس دلخواهی ضرب بکنیم فقط کافیه چی؟ درایه های آی رو در سطر آیوم در ماتریس چی؟ بی ضرب بکنیم. یعنی نگاه کنید آ1-1 رو تو سطر اول، آ2-2 رو تو سطر دوم و آ3-3 رو تو سطر سوم فقط دارم چیکار میکنم؟ ضرب میکنم. سوال بعد میگه اگر آیه ماتریس 3 در 3 و اسکالر باشه، یعنی بچه همون قطری که درایه های قطر هستش همه یه عدد بود که تو سوال قبل داشتم میگفتم و بی ماتریسی هم مرتبه آ باشد، در این صورت آیه ضرب در بی و بی ضرب در آ به چه صورت خواهند بود؟ خب میگیم فرض بکنیم بچه ها آ مثلا یه ماتریس دلخواه گفته باشه دیگه، باشه مثلا آر در آی 3، یعنی چی؟ یعنی ماتریس همانی که همه اعضاش در آر ضرب شده، یعنی به واسطه قطر اصلی چی باشن؟ بذارید بنویسم اینو بچه‌ها براتون. میگیم مثلا فرض کنیم آ باشه چی؟ آر حالا بالا چی باشه؟ 0، پایینم 0 باشه. خب این میشه ماتریس آ. و یه ماتریس مثل بی رو هم در نظر بگیرید که در این صورت میشه چی؟ مثلا فرض کنید بی هم باشه یه ماتریس مثل همون A, B, C, D, E, F, G, H, K. خب یا اگر آی ضرب در بی به صورت چی تعریف میشه بچه ها؟ در اصل نگاه کنید مثل میمونه که من بیام چیکار کنم بچه ها؟ دقیقا بیام این سطر رو تو آر ضرب کنم، این سطر هم تو آر ضرب کنم، این سطر هم تو آر ضرب کنم، درسته؟ طبق قاعده قبلی مثلا اگه یه ماتریس قطری باشن اینا تا اگه تو هم دیگه ضرب بشن چی میشد بچه‌ها؟ آره تو سطر اول ضرب میشد، این آره تو سطر دوم ضرب میشد و این آره هم تو سطر سوم. پس عملا چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ میشه آر آ، آر بی و آر سی. بعد دوباره‌شون آره بعدی تو اسکالره باز میشه آر دی، آر ای، آر اف، بعد آر جی، آر اچ و آر کا. خب حالا بچه ها از همه شون از یه آر میتونم چیکار کنم؟ فاکتور بگیرم. از یه آر فاکتور بگیرم همون بس آ بس د ای اف جی اچ کا ساخته میشه که همون میشه چی؟ میشه آر ضرب در بی، درست؟ پس این به من اینو میگه که آی ضرب در بی در اصل هست چی؟ به جای آ می‌نویسیم آر آی 3 ضرب در بی که در اصل همون نگار آره رو کلن وانی تو بی چگار کردیم؟ ضربش کردیم. خب یعنی تمام درایه های بی در عدد حقیقی آر ضرب میشه. بریم سر وقت قسمت بعدی سوال. میگه آیا تساوی آی ضرب در بی با بی ضرب در آ برقرار است؟ اینجا بچه ها برقراره، یا کنید اینجا برقراره تو اینا. ببینید من اصلا برگردونم نگاه کنید بچه ها چه تو این طرف ضرب بشه چه از یعنی در اصل ما گفتیم اگه یادتون باشه ماتریس آی از هر طرفی که ضرب میشه میسازه اون چیزی که باید مثلا آی ضرب در آی آ مساوی با آ بوده یادتونه. حالا نگاه کنید بچه ها به جای اون آیه فرض کنید یه آر فقط پشت اون ماتریس آی اضافه شده و آی همچنان به قوت خودش باقی هست. پس وقتی آیه تو بی ضرب میشه درست شد بیه رو نگه میداره فقط آره میاد تو کل بی ضرب شه. حالا چه از راست و چه از چپ این چون آی این کار رو میتونه انجام بده یعنی آ ضرب در آی با آی ضرب در آ برابر و برابر آ هست، اینجا هم آی ضرب در بی با بی ضرب در آی فرقی نمی کنه همچنان بی خروجی میشه. فقط چی هستش بچه ها؟ این آره میاد تو هر دوتاش فقط چی به معنی عدد ضرب میشه. پس اینجا برقراره.
نگاه کنید. پس R در IB ضرب در B میشه R رو میذاریم کنار مثل IB میشه IB هم که خودش B هستش پس میشه RB. از سمت چپ هم به همین ترتیب بچه‌ها باز دوباره میتونه این R بره بیرون B ضرب در IA بشه باز اینم میشه B و بعد این R دوباره تو چی ضرب میشه توی B ضرب میشه. اوکی؟ پس اینجا برقراری هاتون باشه. سوال ده میگه اگر آ و ب ماتریس های 3% و تحویز پذیر باشه. باشه تحویز پذیر یعنی آ ب با بی آ برابر باشه. میگه ثابت بکنید که آی به علاوه بی به توان دو همون آ دو به علاوه دو تا آ ب به علاوه بی دو هست. بکنید بچه بازید اینو اینجوری بگیم اول. اگر آ ب بچه ها تحویز پذیر نباشن اتحاد های جبری در ماتریس ها برقرار نیستن. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اگه مثلا من بگم آی زب در بی به توان دو به شرطی که آب با به آ برابر نباشه این یعنی چی بچه ها؟ این یعنی آی به علاوه بی زب در آی به علاوه بی. ببخشید این قسمتش رو پاک کنم یا کنید این یعنی چی؟ این یعنی آی ضرب در بی در آی ضرب در بی. قبول؟ خب اینو بچه ها چجوری ضرب میکردیم؟ به صورت آبشاری میگفتیم این در این، این در این، این در این و این هم در این. خب یا که بچه اگه ضرب بشه میشه چی؟ میشه آی ضرب در آ میشه آ دو بعد میشه چی؟ آب بعد میشه چی؟ میشه ب آ میشه آبه بعد میشه چی؟ ب آ و بعد هم میشه چی؟ ب دو. خب بچه اگر آ با بی برابر نباشه یعنی تعویض پذیر نباشه همین میشه تمام کار. یعنی شما نمیتونی اینا رو با هم دیگه جمعشون بکنیم اجازه جمع کردن نداری اگر آ به تعویض پذیر نباشن. اما اگر آ به تعویض پذیر باشن یعنی چی؟ یعنی تو این سوال یعنی به این صورت باشه یعنی به جای آ من بتونم بنویسم چی؟ به جای بی آ بنویسم آ دوباره. یعنی چی تعویض پذیر بودن؟ یعنی این قاعده. حالا میتونم بگم چی؟ وقتی میتونم بگم این هست آ دو مساوی است با دو آ دو به علاوه دو تا آب به علاوه ب دو. اون وقت برقرار پس اون وقت اتحاد برقرار میشه. پس میگیم چی؟ میگیم اتحادهای جبری در حالت کلی برای ماتریس ها برقرار نیست اما اگر ماتریس ها تعویض پذیر باشند یعنی آبشون با به آشون برابر باشه اون وقت اتحادها برقرار هست. اوکی؟ من پاک کنم که جواب ها رو به صورت تایپ شده هم ببینید. خب این یعنی این مقدار یعنی آ دو به علاوه آب به علاوه بی آ که اگر آب و بیا برابر باشه جایگزین میکنی و این اتحاد برقراره. همین هم بچه ها برای چی داریم؟ اتحاد مزدوج داریم. میگه نشون میده که اتحاد مزدوج هم برقراره. یعنی آی منهای بی در آی به علاوه بی هست آ دو منهای بی دو. ها بازم مثل همون آبشاری ضربش میکنیم. این در این در این در این و در این. خب بیگه میشه آ دو به علاوه آب منهای بی آ منهای بی دو. از اونجایی که آب با بی آ خود سوال گفته تعویض پذیری میتونیم جایگزین کنیم بعد اینا تا با هم دیگه چی میشن مثبت منفی ان ساده میشن و در نهایت آ دو منهای بی دو خواهد موند. خب سوال 11 میگه که اگر آ یه ماتریس باشه به صورت ماتریس قطری که درهای قطر هستیش عدد هستن بالا پایین صفره میگه حاصل آسه را به دست آورید. بچه ها نکته که گفتیم یادتونه گفتیم اگر آ یک ماتریس قطری باشه آب توان N توانه میاد رو کجا میشه رو تک تک این عبارت ها خواهد نشست. پس من وقتی میخوام آسه رو حساب بکنم نیاز نیست شالا مثلا این به صورت تشریحی رفته و به صورت تستیش میتونیم بگیم چی همونی که قبلا نکتهشو گفتیم بگیم چون ماتریس قطری هست الان اینجا این قطریه پس وقتی آ قطری باشه آسه توانا میتونه کجا بشینه رو خود درایه ها بشینه. یعنی میتونیم بگی که منفی 2 به توان 3 به توان 3 و 4 به توان 3 دقیقاً مقدار همون منفی 8 27 و 64 خواهد شد. پس همون نکته دوباره چی اینجا برقراره که اینجا میگیم که نتیجه میگیریم که البته نتیجه رو قبلا هم گفتیم که یک ماتریس قطری به توان یک عدد برسد ماتریس حاصل باز یک ماتریس قطری خواهد بود که درایه های روی قطر به توان میرسن بچه ها. درست شد؟
مثلا دوره تو ذهنتون باشه، عنوان نکته میتونید ازش تو تستا استفاده بکنید. خب اینا هم که گفتم. خب بچه، امیدوارم که مباحثی که تو درس اول خدمتتون ارائه شد و تمرینات کتاب حل شد و کاملا متوجه شده باشید و بتونید با این مسائل خوب کار بکنید، اوکی بکنید مسئله هاتون رو، یه مقدار بیشتر روش متمرکز بشید تا بتونید یه تسلط کافی رو قسمت ماتریس ها داشته باشید. جلسه آینده در رابطه با درس دوم که دترمینان ماتریس ها هستش صحبت خواهیم کرد. خسته نباشید. Thank you.